انفجار در ده مزنگ. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. روزنامه 8 صبح در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: انفجار در ده مزنگ، دو عضو طالبان زخمی شدند. صبح امروز چهارشنبه 28 میزان یک انفجار در شهر کابل رخ داده است. این انفجار در نزدیکی ریاست ترافیک کابل در منطقه ده مزنگ به وقوع پیوسته است. سعید خوستی از سخنگویان طالبان گفته است که در این انفجار دو عضو طالبان زخمی شده اند. شاهدان عینی گفته اند که در این انفجار دو تن کشته و 7 غیر نظامی و شمول دانشجویان زخمی شده اند. مسئولیت این انفجار را تا هنوز فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است. در همین حال، بازگشویی مکاتب دخترانه بامیان. غیرحاضری دانش آموزان پسر نگران کننده است. منابع از ریاست معارف طالبان در بامیان میگویند که دروازه های مکاتب های دخترانه دوره های متوسط و لیسه در این ولایت به گونه غیر رسمی باز شده و دختران به صنف های درسی حاضر می شوند. یک منبع که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود و روزنامه 8 صبح گفت که هرچند وزارت معارف طالبان به گونه رسمی در مورد بازگشایی مکتب‌های دخترانه هدایت نداده، اما در برخی ولایت‌های کشور به شمول بامیان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه یافته اند که به مکتب حاضر شوند. به نقل از منبع، دانش آموزان دختر که در دوره‌های متوسطه و لیسه مشغول آموزش هستند توسط آموزگاران زن تدریس می شوند و گفته منبع صنف هایی که بیش از این مختلط بوده جدا شده است. نظر به معلومات منبع، پیش از این هم برخی مسئولان ریاست معارف طالبان در بامیان هدایت داده بودند که مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه فعال شوند، اما این کار به دلایل انجام نشده بود و گفته منبع نشست های میان ریاست معارف و مسئولان برخی مکاتب دایر و در نتیجه این نشست ها فیصله شد که برای دختران دانش آموزان نیز اجازت داده شود تا به صنف هایشان حاضر شوند. همین طور در نشست هایی که میان مسئولان ریاست معارف طالبان و مکاتب دایر شده بر رعایت حجاب از سوی دانش آموزان دختر تاکید شده است. در نشست های مذکور همچنان فیصله شده که صنف های مختلط باید تفکیک شوند و تنها آموزگاران زن و دانش آموزان دختر تدریس کنند. پس از سقوط حکومت پیشین، نهادهای تعلیمی و تحصیلی کشور برای مدتی از فعالیت باز ماندند. پس از مدت وزارت معارف طالبان اجازه از سرگیری فعالیت مکاتب پسرانه را صادر کرد، ولی به مکاتب دخترانه اجازه فعالیت نداد. این کار طالبان در داخل و بیرون از کشور با واکنش های تندی روبرو شد. حتی برخی نهادهای بین المللی این تصمیم طالبان را نقض صریح حقوق کودکان دانستند. طالبان اما این موارد را رد می کنند و می گویند که آنان مانعی رفتن دختران به مکتب نمی شوند، بلکه روی مسائل ترانسپورتی و نحو حضور دختران به مکتب کار می کنند و با نهایی شدن آن دختران اجازه خواهند یافت تا به آموزش ادامه دهند. 90% دانش آموزان لیسه پسرانه مرکز بامیان غیرحاضرند. در همین حال شماری از آموزگاران لیسه پسرانه
مرکز بامیان از غیرازیری بی پیشینه دانش آموزان پسر ابراز نگرانی می کنند و می گویند در صورتی که وضعیت به همین منوال ادامه یابد و روند تعلیمی در این ولایت و سراسر کشور ضربه جبران ناپذیری وارد خواهد شد. یک آموزگار این مکتب که نخواست از او نام برده شود و روزنامه 8 صبح گفت که در حال حاضر حدود 80 عالی 90 درصد دانش آموزان پسر به مکتب حاضر نمی شوند و این آموزگار افزود که یکی از دلایل عمده غیرحاضری دانش آموزان پسر ناامیدی و مهاجرت از کشور است. طبق معلومات این آموزگار لیسه پسرانه مرکز بامیان، شمار زیادی از دانش آموزانی که کشور را ترک نکرده اند نیز و مکتب حاضر نمی شوند. طبق معلومات آموزگاران این مکتب شماری از خانواده ها که در زمان سقوط بامیان به دست طالبان به ولسوالی ها و مناطق دوردست فرار کرده بودند و دلیل ترس و دلخوره هنوز بر نگشته اند. بر اساس گفته های این آموزگار غیرحاضری 90 درصدی دانش آموزان مکتبی که حدود 7,500 دانش آموز دارد چیزی جز بیباوری مردم به طالبان را نشان نمی دهد. مسئولان لیسه پسرانه مرکز بامیان بیشتر در مراسم بزرگداشت از روز معلم نیز گفته بودند که از مجموع 7,500 دانش آموزان این مکتب تنها 200 تن به درس‌هایشان حاضر می‌شوند، آماری که بسیار نگران کننده است. با این حال جواد، یکی از دانش آموزان صنف 12 لیسه پسرانه مرکز بامیان می‌گوید که شماری از هم صنفان او پس از تحولات اخیر به کشورهای همسایه و یا ترکیه مهاجرت کرده اند. جواد می افزاید آنهایی که در میان هم هستند بنابر دلایلی از جمله ناامیدی به مکتب حاضر نمی شوند. برخی هم صنفی های جواد به وی گفتند مکتب را چی کنیم وقتی که میان بی سواد و با سواد هیچ فرقی نباشد. اسدالله امونی، عامر لیسه پسرانه مرکز بامیان نیز می گوید که طالبان و روز ششم ماه سنباله سال جاری خورشیدی هدایت دادند که تا شاگردان صنف اول عالی ششم به درس‌های خود حاضر شوند. اما طبق معلومات آقای امونی از آن روز تا کنون بسیاری از دانش آموزان به مکتب حاضر نمی شوند. او از خانواده های بامیانی خواسته است که فرزندانشان را به مکتب بفرستند تا روند آموزش و پرورش آسیب نبیند. عامر لیسه پسرانه مرکز بامیان تاکید کرد که آموزگاران به وظایف خود حاضرند و از این ناحیه مشکلی وجود ندارد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.